هللویا، خدا رو شکر، آمین. خدای زنده، خدای قادر مطلق، خدایی که حضور کرد. خیلی خوشحال هستیم که میتونیم از نزدیکتر با هم مصاحبت و مشارکت داشته باشیم. میخواستم که سلام خانمم برسم، یکم حالش خوب نبود، دوست داشت باشه، ولی گفت یکم خسته بود تو این اسباب کشی، ولی براش دعا کنید حتما. یکی از آماده هستیم برادر، نمیدونم برادر عزیزمون اگه هر موقع اوکی؟ اوکی. یکی از مطالبی که خیلی برای همه جالب هست، چه ایماندار چه بی ایمان، اینه که آقا سر من چی میاد؟ آینده من چی میشه؟ از بچگی که میری مدرسه میگن میخوایی چه کاره بشید؟ نمیم، مثلا موقع انشا مینوشتن. و وقتی هم که یادم، ما تو امریکا یک سایکیک از این کسایی که کف بینه سر کوچمون بود. همه این بیزنس ها و کارا از بین رفت، بسته شد توی این کرونا، مال این وسعت پیدا کرد، چند تا خونه دیگه زد و تابلوش بزرگ کرد. نه، همه مردم میخواستن ببینن تو این بدبختی چی سر ما میاد، چی میشه. پس همه دوست دارن بدونن به طور مخصوص اراده خدا برای زندگی من چی هست. کلام خدا ما رو تشویق میکنه. میخوام یک آیه با هم بخونیم اگه لطف کنید، افسوسیان باب 5 آیه 15 تا 17 رو نگاه کنیم، ببینیم کلام خدا چی میگه. اگر کسایی هستن که در میارن میتونن برای ما بلند بخونن، از 15 تا 17. بله بفرمایید. خوش بله بفرمایید. اینم مایک خدمت چون بخاطر که ضبط برنامه میشن. پس شما دقت کنید که چگونه زندگی میکنید، مثل اشخاص دانا زندگی کنید، نمانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. آمین، هللویا. کلام خدا میگه نادان نباشید، هوشیار باشید و بدونید که اراده خدا چی هست. حتی در یک هشدار عیسی مسیح در متی باب 7 آیه 21 میفرماید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت گردد، بلکه هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بعضی ها میان میگن به نام تو دیفا اخراج کردیم، شفاها دادیم، معجزات کردیم، ولی به اونها صریحا خواهم گفت هرگز شما رو نمیشناسم. حتی در مرقس باب 3 عیسی مسیح میان بهش میگن که خواهرانت، برادرانت و مادرت اینجا هستند، و عیسی مسیح میگه کیست خواهر و برادر و مادر من؟ فقط کسایی که اراده خدا را به جا میارن، اونا خواهر، برادر و مادر من هستند. اینجا یک چالش بزرگی ما داریم. آیا من اراده خدا رو در زندگیم انجام دارم میدم یا نه؟ نه اینکه اراده خدا رو دوست دارم، بلکه دارم طبق نقشه و برنامه خدا زندگی میکنم یا نمیکنم. دیگران ادعا میکنن آقا بیاین فال، دیدین از این کانالای ایرانی هم خیلی هاشون دیگه مد شده بود، همینجور پر بودن، یا خیلی از این روزنامه ها این قسمت فال دارن، همه زود میرن اون قسمت رو باز میگن ببینم فال این ماه هم چیه. یا مثلا طرف زنگ میزنه به طرف میگه یه کارت میکشم، میگه اینقدر پول میدم، کردیتشونم چارج میکنن و میخوان بدونن چه خبره. ولی کلام خدا در تثنیه باب 18 از آیه 9 تا 15 لطفا بخونیم. تثنیه باب 18 از آیه 9 تا 15.
وقتی بر سرزمینی که خداوند خدایتان به شما میدهد وارد شدید، احتیاط کنید که از رسوم و رواج زشت مردم آنجا تقلید ننمایید. پسر یا دخترتان را بر آتش قربانگاه قربانی نکنید. از فالگیری، غیبگویی، رامالی و جادوگری بپرهیزید. مثل آنها از سحر و جادو کار نگیرید و از ارواح مردگان و اجنه مشوره نخواهید. زیرا خداوند از این اعمال زشت نفرت دارد و به خاطر همین کارهای زشت آن مردم است که خداوند خدایتان آنها را از سر راهتان محو می کند و شما به خداوند وفادار باشید. این مردمی که سرزمینشان را تصاحب می کنید به غیبگویی و فالگیری گوش می دهند، ولی خداوند خدایتان اجازه نمی دهد که شما به چنین کارهای دست بزنید. اجازه نمی ده که ما به این کارها دست بزنیم. و یک خبر دیگه که یک دریچه روحانی رو در قلب و جان ما باز میکنه برای شرارت، این هست که ما پیش فالگیرا، جادوگرا، اینا میریم و روح ما، چون که خدا ساختدش که با او مصاحبت و مشارکت داشته باشیم، باید هوشیار باشیم. اگه کسایی قبلا رفتن پیش فالگیر، جادوگر، رمال، کسایی که احضار ارواح میکنن، حتماً بخوایم از خادم کلیسا که براتون دعا کنه برای آزادی، چون که یک پنجره ای رو ما تو قلبمون باز گذاشتیم برای شیطان. میگن اگه 100 تا خونت در داشته باشه، یه در رو باز بذاری، دوز از همون یه در وارد میشه. اگر یه راسو وارد خونت شد، ببینین راسو اون حیوانی که خیلی بوی بد داره، حتی اگه بیرونش هم میکنی بوی گند تو خونت میمونه. وقتی که یه ناقوس رو میکشی، حتی وقتی رهاش میکنی دنگ دنگ دیگه نکشیدیش، ولی هی داره میزنه. بعضی موقع صدای این چیزها از لحاظ روحانی ما رو اذیت میکنه. برای همین احتیاج داریم به اینکه برای ما دعا بشه و با خون عیسی مسیح تقدیس بشیم. ولی خدا یک چاره میده، کسی از شما این کارو نکنه. آیه 15 میگه من نبی یک خادمی میفرستم برای شما، به او گوش بگیرید، آواز من رو بشنوید، نه از کسایی که غیبگو و فالگیر و رمال هستن. چرا ما باید اراده خدا رو بخوایم تو زندگی ما انجام بدیم؟ چرا خدا به ما اراده آزاد داده از روی ذات خودش که خدا عشق و محبت هست؟ خب اگر خدا نمیخواست به ما اراده آزاد بده و خدا میخواست ما رو زور و مجبور کنه که یه کاری انجام بدیم، دیگه خدای عشق و محبت نبود. پس خدا به ما اراده آزاد داده، ولی به خاطر همون اراده آزاد هم حالا ما چی میشیم؟ خیلی اشتباهات میکنیم، خیلی خطاها میکنیم. پس چرا خدا به ما میگه اراده من را بطلبید؟ به نظر شما برای چی؟ چند تا دلیل میتونید بگین؟ اگه خدا میگه شما تحقیق کنید پسندیده خداوند چیست، بفهمید، نادان نباشید که اراده خدا برای زندگیتون چی است، چرا خدا اینو از ما انتظار داره؟ سریع اگه میتونید چند نفر بگه. برای پیشرفت، پیشتانی که بدونیم. خب دیگه جان، برای سلامتی و آرامش خودم دیگه، برای خیریت ما، همه چیزو به کار میگیره. ما بعضی موقع اشتباه میکنیم. خدا از ما آگاهتر هست، همه قبول داریم؟ دوم، خدا از ما تواناتر هست، قبول داریم؟ خدا از ما مهربانتر هست، قبول داریم؟ خدا از ما بهتر از خودمون میتونه محافظت کنه، قبول داریم؟ فکرهای خدا و نقشهای خدا کاملتر از ماست، قبول داریم؟ پس او میگه ضعیف و منکسر نمیگردد، او تبدیل و تغییر نمیپذیرد و در قوت خود باقی است و آنچه را که او میخواهد به عمل میآورد و هیچ کس مانع او نخواهد شد. پس من به خدای ایمان دارم که از من آگاهتر، حکیمتر هست، تواناتر و قویتر هست. خدایی هست که میتونه به خاطر عوض شدن شرایط او پابرجا و استوار باشه و کاری رو که در من شروع کرده به کمال برسونه و از خود من بیشتر منو دوست داره. من میتونم به شما ثابت کنم. چند نفر از شما فکر میکنه شما خودتون رو بیشتر از خدا که شما رو دوست داره دوست داره؟ کسی از اینجوری فکر کنه؟ آیا تو زندگیتون تصمیمایی گرفتید که به خودتون آسیب زدید؟ کسی هست؟ هزاران بار من
کارایی کردم، نقشه‌ای چیدم، فکر می‌کنم خیلی درسته به زندگیم آسیب زدم. ولی خدا هرگز فکری برای تو نداره که تو رو نابود کنه. بلکه ارمیا 29:11 رو بخونیم ببینیم خدا چه فکرهایی برای ما داره. ارمیا 29:11. خداوند می فرماید من اراده خود را درباره شما می دانم. نقشه من فقط برای سلامتی شما است، نه برای بدبختیتان. من می خواهم شما آینده امید بخشی داشته باشید. بعد وقت مرا بخوانید و پیش من دعا کنید، من دعایتان را اجابت می کنم. این هللویا. سیزدهم. همین خوبه. خدا میگه فکرها و نقشه‌ای رو که من برای شما دارم من می دونم، شما نمی دونید. وقتی که به فرض شما یک کودکی دارید که سنش کم هست، اون کودک نمیشه برای تمام خرج و برج خونه بشینه فکر کنه آقا چجوری باید حالا پول بیاد، چی رو بخریم، کرای خونه رو کی میده. فقط اونجا میخواد بازی کنه، لذت ببره. از لحاظ روحانی هم خدا میگه من برای تو نقشه دارم، نقشه هایی که من دارم تو نمیدونی، ولی برای خیریت توه، برای این هست که تو پیروز بشی و موفق بشی. یه روز یادمه سالها بود از ایران خارج شدم و پدر مادر و خواهرم اینا رو ندیده بودم و اینا قرار بود همه برن. من تو آلمان اون موقع زندگی میکردم سال 88 و پاس آلمانی گرفته بودم، قبول شده بودم و گفتن که اینا میخوان بیان برن کویت پیش خواهرم، پس هممون جمع بشیم بعد از سالها همدیگر رو ببینیم. منم خیلی خوشحال شدم، به سفارت کویت زنگ زدم و گفت بله شما میتونید با پاس آلمانی برید. پاس پناهندگی بود، پاس آبی و درست همه که برنامه چیدیم، پدر مادرم و خواهرم رفتن، من که رفتم ویزا بگیرم گفتن یه قانون جدید اومده به کسایی که پناهنده از ایران هستن، عراق هستن، لبنان و یه جای دیگه ما ویزا نمیدیم. کویت ویزا. ای منو بگی بابا خدایا چرا نمیذاری من برم خانوادمو ببینم؟ و هر چی دعا کردیم گفتن ویزا بهت نمیدیم. اونا رفتن و من همینجوری موندم. شب خواب دیدم تو کویت هستم، یک ببر بزرگ پریده کویت رو داره پاره پاره میکنه. بعد یه دفعه منو دید، اومد منو بگیره. من توی یه بنزی بود که قدیمی بود، اینجوری یادم پنجرهش هم از این دستی ها بود. این که اومد چنگ بزنه من بگیره، من کشیدم بالا، چنگش اینجوری روی چی سرخ خورد. هر کاری کرد منو بگیره، من رفتم نتونست. گفتم این بچه خواب عجیب. فرداش صدام حسین اومد تو کویت، کویت رو تیک پاره کرد و تمام و مادر و پدر من خواهرم همه با فامیلاشون اسیر شدن تو عراق، توی کویت. و اون موقع رابطه ایران عراق خوب شده بود و گفتن فقط ایرانی ها میتونن برگردن از راه بصره به خوزستان. ما هم خوزستانی هستیم، اونا برگشتن ولی خواهرم با شوهرش و بعد خواهرم همه اسیر شدن. 8 ماه تو کویت. من اگه میرفتم، من که اصلا نمیتونستم برگردم ایران، فکر کنید میرفتم در جا شیطان میخواد. ولی من اون موقع نمیفهمیدم، هی میگفتم خدای چرا نذاشتی من برم کویت، چرا نذاشتی من خانوادمو ببینم. ولی خدا میگه او آخر را از اول میداند و خدا نقشایی که بر ما داره نقشای کامله، ولی ما نمیفهمیم. میدونین عنکبوت چند تا چشم داره؟ 8 تا چشم داره. میدونین عنکبوت چقدر میبینه؟ 5 سانتی متر. 8 تا چشم داره، 5 سانتی متر. من اول اینو که خوندم تو کتاب باور نکردم. یه عنکبوتی دیدم تو خونه، هی از دور اینجوریش کم دارم جو ثابت ایستاده، رفتم جلو دیدم فرار کرد. ما هم انسان ها قلدری میکنیم، من خیلی چیز میدونم، 8 تا عقل دارم. اینقدر جلوتر زندگیمون رو نمیبینیم، نمیدونیم پس فردا چی میشه. یه دفعه دعایش میریزه، همه چیز رو میگیره، نه من قیمت بنزین میره بالا، یه چیز میشه، همه چیز بر میگرده. و برای همین خدا میگه به من اعتماد کن، اراده من رو به طلب تو زندگیت. خب ما یه آهنگی بود همایون شجریان میخونه، خیلی قشنگه، میگه سرنوشت را از سر باید نوشت، دوباره باید سرنوشت رو نوشت.
من میخوام دقت کنید بین سرگذشت و سرنوشت یک تفاوتی هست. بعضی موقع ما تصمیم‌های اشتباهی به خاطر اراده آزاد گرفتیم که سرگذشتمون خیلی بد بوده و هیچ کاری هم نمیتونیم. سرگذشت ما گذشته در گذشته، ولی سرنوشت ما میتونه با تصمیم درستی که تو میگیری تو زندگی و اراده خدا رو میطلبی سرنوشت تغییر کنه. آمین. شیطان برای اینکه تو ناامید بشی و به خدا اعتماد نکنی دائما گذشته تلخ تو رو و سرگذشت تو رو به جلو چشمت میاره که تو امید تو رو از دست بدی. ولی خدا میگه برای عاقبت تو میگه چی هست؟ میگه پیروزی و نقشه های عالی هست. به محض اینکه ما به خودمون میایم اینجا دو تا چیز هست. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم اگر من الان این لیوان آب رو دارم و اون رو رها میکنم شکسته میشه، این واقعیت اسمش هست که واقعا این لیوان شکسته شده. ولی حقیقت اینه که لیوان ها برای شکسته شدن درست نشدن. لیوان ها ساخته شدن که به ما آبی یا یک نوشیدنی رو بدن. پس حقیقت این لیوان استفاده برای نوشیدن هست، ولی واقعیت اینه که این لیوان شکسته. شیطان میاد واقعیت‌های زندگی شما رو به شما میگه تا نظر اون حقیقتی که خدا برای زندگی شما داره تو زندگی شما عملی بشه. متوجه هستین؟ وقتی شیطان اومد گذشته تو رو به یاد آورد، تو آینده‌شو به یادش بیار، بگو شیطان آینده تو این میشه. پس میخوام شما رو متوجه این امر مهم بکنم. ما اگرچه سرگذشتمون بد بوده، ولی میتونیم در اراده خدا سرنوشت بهترین رو داشته باشیم. یک روز شاه از فرانسه آینه های بسیار زیبایی برای قصر خودش سفارش داده بودیم، هم خوندین یا نه، که وقتی میرسن به فرودگاه مهرآباد تمام این آینه ها شکسته و به شاه میگن که متاسفانه این آینه ها که برای قصر بوده شکسته. و یک معمار ایرانی میگه این آینه ها رو به من بدید و میاد قشنگترین دروازه آینه، میاد از همون آینه های شکسته زیباترین دروازه قصر رو میسازه که مثل الماس میدرخشه، از همون آینه هایی که شکسته است. خدا قادر از زندگی شکسته ما زیباترین ها رو بسازه. وقتی دست اون معمار آسمانی میدیم، دست عیسی مسیح میدیم، او قادر ارادش رو انجام بده. خب من میخوام امروز دو تا موضوع رو صحبت کنم. یک، اراده خدا به طور کلی چی هست؟ وقتی ما میپرسیم خب خیلی خوب شما گفتی خدا به خاطر این دلایل قوی تر هست، حکیم تر هست، آگاه تر هست، منو دوست داره و منو محافظت میکنه. خب حالا اراده خدا چی هست؟ چرا من باید اراده خدا رو بگیرم؟ چه چیزی کلی هست؟ اراده خدا به طور کلی هفت چیز برای همه انسان ها میگیم. بعد نکته جالب ترش که خیلی جالب میشه، اراده خدا برای شخص شما. هفت تا نکته چجوری میتونم اراده خدا رو برای زندگی خودم، کیا دوست دارم بدونن؟ اونایی که دوست ندارن میتونن، اونایی که دوست دارن واقعا با تمام وجود. چون خیلی اوقات ما میپرسیم من نمیدونم با کی ازدواج کنم، من نمیدونم چی درس بخونم، چه کاری بگیرم. ما ایرانی ها متخصصیم، 6 تا مدرک میگیریم بعد میریم جگر میفروشیم. دیدی همه اینا رو میچسبونیم، من دکترای این دارم، این دارم، اینا، بعد میریم جگر میفروشیم. همه عمرمون میگذره ولی اون چیزی که واقعا باید میرفتیم نرفتیم دنبالش، یا امکانش نداشتیم. ولی امروز با هم نگاه میکنیم که اراده خدا به طور کلی چی هست. حالا اراده خدا رو که ما میگیم، شما باید تصور کنیم ما یک طیفی توش میتونیم حرکت کنیم. یعنی این که یه روز بچه‌هامو برده بودم این دیزنی لند، یه دونه از این چرخ و فلکایی بود که توش هواپیما هست، دیدین مثلا شبیه هواپیماست، بچه‌ها میرن توش میشینن. توی این چرخ و فلک همه هواپیما میچرخن، ولی به تو یه دونه دسته دادن، میتونی بدیش بالا هواپیمای تو بیاد بالا، یا میتونی بدیش پایین هواپیمات بیاد از بالا پایین، یا میتونی بدیش اینور هواپیمای تو نزدیک بشه، یا اینکه بدیش اینور بره اینور.
تو در چهار جهت میتونی حرکت کنی ولی برعکس نمیتونی حرکت کنی. اراده خدا به طور کامل داره برای اون چه خدا از ازل تعیین کرده، سوپریم ویل آف گاد بهش میگن، اراده مطلق خدا داره به اون سمت میره و تو نمیتونی، ولی تو میتونی در این اراده خدا بالا باشی یا پایین، نزدیک باشی یا دور. این دست خودته. بعضی ها میبینید سالها میان کلیسا افسردن، غمگینن. من شده با کسایی که کانسلینگ مشاوره خانواده داشتیم و بعد از چند جلسه این بندها پاره شده میگفت چقدر الکی عمر من اینجوری گذشت در غم و غصه و فکرهایی که اصلا نمیتونستم در موردشون کاری کنم. و یک لحظه آدم به خودش میاد. در زبان یونانی ما دو کلمه برای زمان داریم. کلمه اول کورنوس به معنی وقت و زمانی که برای همه ما یکسان هست. یعنی ما وقتی میگیم ساعت چهار، چهار برای شما چهاره، برای من چهاره، برای همه ماها. وقتی میگیم یک ساعت، برای شما اینجوری نیست که مثلا برای شما 50 دقیقه باشه، برای من 65 دقیقه. همه ما کورنوسمون به یکسانه. ولی کلمه دیگری در زبان یونانی هست به نام کایروس. کایروس یعنی زمانی که باعث تغییر و تبدیل و نقطه عطفیه تو زندگی من، که شاید توی این موعظه نیم ساعته همه زندگی من عوض شه. من اراده خدا رو برای زندگیم تو این نیم ساعت پیدا کنم و 50 سال زندگی من خوشبخت باشم به خاطر اینکه این نیم ساعت زندگی من رو عوض کرد. متوجه هستین؟ پس خدا میخواد ما دقت کنیم. وقتی اراده خدا رو تو میفهمی، اون کایروس یا اون وقت با کیفیتی میاد توی زندگیت که زندگی تو رو دگرگون میکنه و از اون لحظه به بعد تو قدم بر میداری که شبیه مسیح بشی و دیگه نمیخوای وقت رو از دست بدی. اراده کلی خدا چی هست؟ در اول تیموتائوس باب 2:3-4 میبینیم که کلام خدا میگه اراده خدا این است که تمام جهان نجات یابند. فهمیدید؟ خدا نمیخواد حتی یک نفر گناهکار هلاک بشه. اراده خدا اینه که همه اسماشون تو دفتر حیات هست و میخواد تو اسم خودتو از دفتر حیات تو پاک نکنی. چون که خدا اسم همه ما رو تو دفتر حیات نمیشه. تو متی 25 میگه که جهنمی رو که خدا برای شیطان و ارواح ناپاک درست کرده، جهنم مال ما نبوده. ولی ما وقتی نمیخوایم بریم بهش، خدا نمیتونه به زور ما رو مجبور کنه و ما اسم خودمونو به خاطر اون انتخابی که داریم، تصمیمایی که میگیریم، خودمونو از دفتر حیات بیرون میکشیم. ولی خدا ارادش اول اینه که همه انسانها نجات یابند. برای همین عیسی مسیح را میگه خدا جهان را انقدر محبت نمود و پسر یگانه خودش را داد تا هیچ کس هلاک نشه بلکه همه حیات یابند. آمین. پس اولین اراده کلی خدا نجات و حیات هست که خدا برای هممون داره. دومین نکته که خدا ارادش هست، همه ما با او رابطه نزدیک و صمیمی مثل فرزند و پدر داشته باشیم. خدا نمیخواد ما بنده‌ای باشیم و او در آسمان هفتم و ما از دور با کلماتی خود. من دیدم بعضی حتی میان میگن خداوندا شما، به خدا میگن شما، شما اینجورید، شما اینید اونید. خیلی با خدا، یکی از دوستامون که من باش کار میکردم ایمان آورد، گفت بعد رو اشکال نداره من اینجور بگم بابا دوستت دارم، نمیخوام بگم پدر، خیلی به من نزدیک خدا. گفتم هر چقدر نزدیکتر بهتر، هر چقدر با خدا صمیمیتر بهتر. کلام خدا میگه به خدا، با خدا نزدیک شوید ابلیس در میره. هر چقدر تو نور بیشتر میای، تاریکی در تو نخواهد بود. پس دومین چیز که خدا داره، درک مقام فرزندی و درک خدا به عنوان پدر تو. و خدا تو رو دوست داره، خدا میخواد تو رو محافظت کنه. سوم، خدا قدوسه، خدا پاک هست. ارادش اینه که ما در پاکی و قدوسیت زندگی کنیم.
اگه فرزند او هستیم، میگن در انقلاب کبیر فرانسه اومدن یکی از بچه های شاه رو گرفتن، گفتن الان اگه اینو اعدام کنیم که میره بهشت چون که گناهی نکرده. خیلی عذر میخوام، با یک زن روسپی اونو گذاشتن توی اتاقی حبس کردن، لخت انداختنش، گفتن که این یک گناهی بکنه که بره جهنم، نه تنها اینجا بکشیمش، جهنم هم بره. وقتی اومدن زنه گفت هیچ کاری نکردم. پسر گفت من شاهزاده به دنیا اومدم، شاهزاده میمیرم. ما فرزندان خدا هستیم. پاکی و قدوسیت در زندگی ما نشانگر خدای ماست. هر کسی از ذات خودش، مسیح گفت شما از پدر خودتون شیطان هستید، چون که هم دروغ میگید هم هر گناهی دلتون میخواد بکنید. دینی که توش تماما دروغ داره، گناه داره و همه چیز به اسم دین میاد، نمایانگر پدر اونهاست. و کسی که خدا و اون پدر روحانیش در قدوسیت هست و خودش در پاکی زندگی میکنه، نمایانگر این هست که فرزند چه کسی هست. پس ما فرزندان او هستیم و باید نشون بدیم. افسوسیان باب 1 آیه 4 تا 6 رو بخونیم لطفاً. بله. افسوسیان باب 1 آیه 4 تا 6. خدا ما را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم. به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرموده که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم، تا خدا را برای فیض پر جلال و پر شکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم. آمین. نکته چهارم، کلام خدا میگه خدا ارادش این هست که ما شکرگزار باشیم. بعضی ها میگن الان شما این لیوانو میبینید چی میبینید؟ چقدر آب؟ نصفش خبگه سرش بیاره لو. نصف چیه؟ میگه یکی میگفت آقا مثبت بیاندیشید، نگید نصفش خالیه، بگید نصفش پره. من میگم نه نصف خالی نه نصف پر. خدا رو شکر تو لیوان داری که آب بخوری. آمین. خدا رو شکر کن که خدا بهت یه لیوانی داده. خیلی اوقات ما میگیم آقا من نمیخوام منفیگرا باشم، میخوام واقعگرا باشم، نمیخوام خوشبین علکی باشم، ولی تو باید شکرگزار باشی برای آنچه خدا، برای سلامتیت، برای همه چیزهایی که خدا به تو بخشیده. اراده خدا اینه که زبان تو، دهان تو میگه مانند دهان خدا باشه. کلام خدا میگه مانند اقوال خدا، مثل دهن خدا باید صحبت کنی. صبح بلند شد خستم، حال ندارم، چه روز بدیه، این کشورم چه کشور بدیه، آدماش همه خشک، لیدشن، دانکیشن، همه اینجوری، چیز دیگه ای ندارن، اومدیم چه کشوری، غذاشون هم که فقط کارتوفل میخوری، همش منفی. و ما بعضی موقع مثل که اینا بدهکارن به ما، مثلا بیان ما رو یه چیز دیگه آخ خوش اومدید خواهش میکنم، تو خود ایران ما رو گله میزنن، هیچی به اون نمیدن، بعد تازه میخوان بکشنمون. اونجا برای یه حرف زدن تو رو ممکنه بکشن، اینجا اومدید زبون اون شیش متر شده، حالا آقا این چی بود به ما دادن، این چه کشوریه اینا. کلام خدا میگه اراده خدا برای شما شکرگزاریست. اگر تو مثبت باشی، اگر دهان خود را به نیکویی باز کنی، نه اینکه همش، این اراده خداست که زبان ما عوض بشه. بعد از اینکه ایمان میاریم باید برای بنا، برای شفا، برای
هر چیز نیکویی که برای دیگران میگی دهان خود رو باز کنی. نکته بعدی، اراده خدا این هست که ما خدمت کنیم و نیکوکار باشیم. پنجم، کلام خدا توی اول پتروس باب 2 آیه 15 رو بخونیم. اول پتروس باب 2 آیه 15. اراده خدا این است که شما با اعمال نیکوی خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید. مثل مردمی که کاملا آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید. همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید. پس اینجا میگه اراده خدا اینه که شما نیکوکاری کنید. شما باید فکر منافع خودتون نباشید فقط. شما باید بتونید، اگه میتونید یه کار کنید، اینجا نشون میدید که شما دارین اراده خدا را تو زندگیتون انجام میدید. وقتی که میخواین یه نیکویی بکنید. آیات زیادی هست. میرم سریع، میخوام برم که برسم به اون چیزایی که برای خودمون هست. نکته ششم، اراده خدا اینه که شما ایستادگی کنید در سختی ها و مشکلات، در جفاها دل سرد نشید، بلکه بایستید تا پیروزی خداوند رو در وفاداری ببینید. کلام خدا میگه در عبرانیان باب 11 میگه قهرمانان ایمان دو دسته میشن. یک دسته ای که شاهد شفا، آزادی، پیروزی، برکت و ظفر، ولی دسته دوم قهرمان ایمان هستن که نه آزادی میبینن بلکه شکنجه میشن، کشته میشن، ولی تا به آخر وفادار هستن. دوم تیموتائوس باب 3 آیه 12 میگه که تمام کسانی که میخوان در مسیح عیسی به دینداری زیست کنن چی میشه؟ کی میدونه؟ زحمت خواهند کشید. میگه بعضی مثلا میگه آقا بردرمون ایماندار قویه، بذار این زحمت بکشه خواهرمون، ولی مثلا بیژن الان میگه آقا ولم کنید، من دوست دارم بیشتر گیتار بزنم، حوصله جفا ندارم بخوان شکنجم کنن، آقا گیتار بهتره تا شلاق بخوریم. ولی کلام خدا میگه تمام کسانی که میخواهن در مسیح عیسی به دینداری زیست کنن زحمت خواهند کشید. چرا؟ زحمت از چند قسمته. کلام خدا میگه چون که شما در ملکوت نور قرار گرفتید، دیگه تاریکی با شما دوستی نمی کنه. اولین اتفاقی که میفته، دوستای قدیمیتون دیگه با شما حال نمی کنن. آقا این تو چرا عوض شدی؟ چرا نمی آی دیگه با ما؟ دوم، سیستم دنیا شما رو نمی پذیره. تو دنیا باید همه رو زیر پا بذاری، باید منافع خودتو در نظر بگی، دروغ بگی، کلک بزنی، اسمش هم گذاشتن پالاتیک، سیاست. سیاست داشته باشی، اینقدر ساده نباش، چقدر تو آدم ساده هستی. این پس دنیا با سیستم تو وقتی دروغ نمیگی، کلک نمیزنی، تو رو نمیخواد. یکی از بچهای کلیسامون رفته بود کار گرفته بود تو BMW، بعدم بعد چند روز گفت برادر من کارمو پس دادم. چرا؟ و برادر همش میگن دروغ بگو، مثلا میگن این ماشین رو بگو 25,000 تا خریدیم که مثلا داریم فقط اینو 500 تا به زور باید پول برق رو میگن. گفت من میدونم اینو مثلا 20 تا خریدیم. خب من که نمیتونم دروغ بگم. اینا میگن نه نه باید دروغ بگی وگر نمیتونیم اینجوری سو. گفت همه سیستم دنیا باید اگر راست میخوای بگید هیچ کس تو رو قبول نمی کنه. و بعد شیطان دوست نداره تو رو از دست داده. شیطان نمیخواد. تو وقتی نور در نور میای، تو وسیله‌ای میشی برای بقیه خانوادت که نور وارد زندگی اونا بشه و همه آدم ها یواش یواش میبینی دارن با نور خدا آشنا میشن. پس شیطان هر جوری شده میخواد تو رو تو فشار، زحمت و هر برنامه‌ای بذاره که تو از پیروی راستی برگردی. خب نکته آخر، هفتم، که در این رابطه هست که اراده خدا این هست که رشد کنی تو. خدا بچه
عقب افتاده بچه به قول معروف یادم پاکستان که بودیم ما میرفتیم خیلی گدا زیاد بود، یعنی همینطور که از در میومدیم مثل دیدیم مثلا مور و ملخ برینن سرت پاتو میگرفتن شلوارتو میگرفتن، هر نوع گدایی بگی بود، گداهایی بود که پاشون از این ور اومده بود، گداهایی بود که دستاشون انقدر بود، گداهایی بود که جزام داشتن، جزام آزاد بود اونجا مثلا صورت نصفش نبود، گداهایی بود که یه دست انقدر بود. من اصلا گفتم من تا حالا تو عمرم انقدر گدا ندیدم، اونا هم بچه، اینا رو از وقتی بچه بودن دستاشون توی آهن میبستن که دست رشد نکنه که بعد بتونن با این مثلا نقص عضو این باندشون بیاد مثلا پول بگیرن. شما میدونستین کوسه وقتی به دنیا میاد 15 سانتی متره، 15 سانتی متر، و شما وقتی کوسه رو میذارین توی آکواریوم همون قد چون جاش کوچیکه همون 15 سانت میمونه و بالغ میشه، ولی اگه این کوسه رو بذارین توی دریا میشه 2.5 متر، همون کوسه وقتی مکانش کوچیکه جایی برای بزرگ شدن نداره همونقدر میمونه. ما هم از لحاظ روحانی کجا خودمون رو قرار دادیم؟ آیا من دارم رشد میکنم؟ یا 20 ساله میام کلیسا آکواریوم فکرم آکواریوم ایمانم انقدر کوچیکه اصلا رشد نمیکنم؟ میگن یک دو نفر ایستاده بودن ماهی میگرفتن، هی طرف مینداخت هیچ ماهی نمیگرفت، بغلیش هی ماهی میگرفت بزرگ از قلاب باز میکرد مینداختش تو آب. این گفت آقا چرا ماهی انداختی؟ دوباره مینداخت این نمیگرفت اون یه بار یک ماهی بزرگ. بگو آقا چرا ماهی ها رو میندازی؟ گفت من ماهیتابم کوچیکه. یه ماهیتابه کوچیک دارم، این ماهی های بزرگ توش جا نمیشن، برای همین پرتشون میکنم. دنبال یه ماهی کوچیک میگردم. ما ایمانمون چقدره؟ ماهیتابه ایمانمون کوچیکه بزرگه. وقتی میگیم آقا برای من دعا کن مریضم، اگه مثلا در حد سرماخوردگی دعا میکنیم، اگه یه کمی دیگه بیماری رو بالاتر دیگه نمیشه برادر، سخت شفا، بلکه باید ایمانمون رو بزرگ کنیم. حالا بیایم روی اراده خصوصی و خاص خدا. همه اکثرا سوالش اینه که برای من چی؟ من الان میخوام این تصمیم رو بگیرم، نمیدونم اراده خدا برای زندگیم چی میشه. برای اینکه ما اراده خدا رو تو زندگی شخصیمون بدونیم، اولین نکته کلام خداست که فیلتر و اون غربالی هست که هر چیزی از این نگذره اراده خدا نیست. شما نمیتونی بگی من یک چیزی رو تو قلبم هست بکنم اراده خداست، ولی کلام خدا گفته این کار نکن. یادم به توی یک سمیناری رفته بود، یک آقای اومده بود گفت من یه شهادت بدم. گفتیم بفرما. نمیشناختیم این که گفت من حقیقتش میخواستم با یه زنی یه رابطه‌ای داشته باشم تو هتل، گفتم خدا اگه اراده تو نیست من با این بخوابم این نیاد، و خدا رو شکر نیومد، من اومدم چیز اگه میومد دیگه اراده خدا بود شما زنا کنید. متوجه؟ یعنی کلام خدا میگه از زنا بپرهیزید، از رابطه‌های نادرست. پس من نمیتونم بگم آقا من دعا کردم و چون که نشد پس حتما اراده خدا این یکیه. میگن یه شخص خیلی زرنگ بود، یک گفت خدایا من نمیدونم چقدر به تو هدیه بدم، 10-1 کمه، من میخوام همه پولامو میریزم بالا، تو هر چی خواستی نگه دار برای خود، بقیش که اومد پایین مال من. بعضی موقع ما اینجوری میخوایم به خدا قرار میذاریم، ولی اولین چیز اینه که کلام خدا، وقتی شما واقعا اراده خدا رو میخوای، کلام خدا رو میخونی، بعد خدا با قلبت صحبت میکنه. دومین چیز برای درک اراده خدا توی زندگی دعاست. وقتی من دعا میکنم روح من با خدا مصاحبت و مشارکت خواهد داشت. وقتی که میام به حضور خدا چند تا اتفاق میفته. یک، من دارم، تصور کنید اینجوری مثال بزنم، یکی توی کارگاه چوببری داشت کار میکرد، ساعتش افتاد، همه هم اونجا خاک اره بود دیگه، ساعت رو پیدا نمیتونستن بکنن و هر چی گشتن همه کارگرا تو این گفتن نمیتونیم. یه بچه کوچولو گفت من میتونم ساعت رو پیدا کنم. اونا گفتن تو ساعت رو برداشتی؟ گفت نه نه من ساعت رو برداشتم ولی من میتونم ساعت رو پیدا کنم. گفت چطور؟ گفت شما برید بیرون
گفت خودت قایم کرد بیا بگو. گفت بابا من قایم نکردم، پیدا نکردم، من میتونم ولی پیداش کنم، شما بریم بیرون من پیدا میکنم. اینا رفتن، 5 دقیقه بعد بچه اومد گفت بفهمه این ساعت. گفتن چطوری شد تو پیداش کردی؟ ما که هرچی گشتیم پیدا. گفت شما که اینجا بودین سر صدا خیلی زیاد بود، ماشینا روشن بودن، اینا همه دستگاهی که خاموش شد من گوش کردم. گفت رفتم دنبال این صدا پیداش کردم. وقتی آدم سر صدا تو زندگیش خیلی زیاده، باید صداها خاموش بشه، بری در حضور خدا در دعا باشی تا خدا باهات صحبت کنه. برای همین کلام خدا میگه وقتی روزه میگیرید، روزه باعث میشه که جسم خودت رو خار کنی، مثل یه دونه حالت یوه. وقتی جسمت رو پایین میاری روحت میره بالا. وقتی صدای جسمت پایین میاد گوش تو حساس میشه به صدای خدا. ولی وقتی همش رو فکر خوردن هستیم، شستن، خرید، نمیدونم این کارو بکن، وقتی نداری برای اینکه بخوای صدای خدا رو بشنوی. ولی یکم وقت میدی به خدا، اون وقت میبینی خدا با تو چجور صحبت میکنه. یه روز دکتر چارلز استنلی میگه من رفته بودم از ایکئا یه دونه میزی خریده بودم، آوردم هر چی زور زدم اینو سر همش کنم، دیدی اونجا که ایکئا که میرید همه چیزا بازه، باید شما خودتون ببندید. گفتم نمیتونستم ببندمش. بعد گفتم وا من خادم خدام، بذار از خدا بپرسم خدا به من حکمت بده. گفت زانو زدم برم به حضور خدا، گفتم ای دستورالعمل این چیزه میزه از تو کارتون افتاده بود اون زیر، پیداش کردم. میگه تو 20 دقیقه سر همش کردم. وقتی خدا باهم صحبت کرد، چارلز تو برای یک میز که نمیتونستی درست کنی وقتی زانو زدی دستورالعمل رو پیدا کردی. برای همه زندگیت من میتونم دستورالعمل ها رو بهت بدم که انقدر زور علکی نزنی. وقتی به حضور من میای من به تو میتونم ارادم رو نشون بدم. سوم، خدا از طریق عطایای روح القدس ما رو هدایت میکنه. پولس رسول در رویا روح القدس بهش یه چیزی گفت. گفت پولس همینطور که تو در اورشلیم صحبت کردی، تو در مقابل قیصر هم شهادت خواهی داد. پولس رو بردن زندانی توی کشتی تو باب 22 تا 27 اگه بخونید، و توی راه که اینا داشتن میرفتن کشتی طوفان شد، له و لورده شد، و پولس در اومد گفت عزیزان نترسید، چی شده؟ تو چرا کشتی ما له و لورده شده تو دریا، الان خفه میشیم. خداوند به من در اونجا گفت، همینجور که اینجا صحبت کردی اونجا هم صحبت میکنی. برای همین به من گفت حتی به شما چیزی نمیشه، کشتی شکسته میشه ولی همه شما زنده میمونید. و همه زنده موندن، رفتن توی جزیره. حالا توی جزیره مگه تموم شده؟ یک مار میپره دوباره دست پولس میزه. همه گفتن این آقا نه به نبوتش نه به این ماره، این حتما شیطانیه. مار رو در آورد پرتش کرد تو آتش نمرد. آقا خدا گفته به من تو باید توی روم صحبت کنی. کلام خدا میگه متی 4:4 انسان نه محض نان زیست میکنه بلکه محض هر کلامی که از دهان خدا برای شما صادر میشه. نه محض کلام، کلام هست، ولی خدا چی رو برای تو صادر کرده، چی به تو گفته. وقتی خدا با تو صحبت میکنه حیات تو بستگی به اون چیزی داره که خدا با تو صحبت کرده، نه اینکه کلام انسان محض کلام هست. کلام که هست، اگه برای تو صادر نشه که خدا به تو چیزی نگفته. نکته بعدی، خادمین. خدا در افسسان باب 4:11 میگه او بخشید به کلیسا شبانان، معلمین، رسولان، انبیا و مبشرین را برای بنای کلیسا و ایمانداران، تا اونها مثل موجی نباشن که هر دقیقه به این سو اون سو برن. خدا برای اینکه اراده خودشو نشون بده به ما خادمین داده. ما میتونیم بیایم بگیم برادر میخوایم دعا کنیم، اراده خدا رو برای زندگی من نمیدونم، کلام خدا رو درست نمیدونم، تجربه‌ام کمه، و طرف میتونه، پدران هستن در کلیسا، خادمین هستن، شبانان، و میتونن شما رو هدایت کنن. نکته بعدی،
درهای باز یا درهای بسته. من یادم تو دانشگاه الهیات 30 سال پیش رفتم انگلیس اونجا درس بخونیم و من با تصمیم میگرفتم آلمان بمونم خدمت کنم، انگلیس بمونم. از امریکا هم زنگ زده بودم بیا امریکا. منم به یکی از این پروفسورها گفتم ببخشید من همیشه دعا میکنم خدا یه در بازی نشون بده، الان 3 تا در بازه، من گیج شدم نمیدونم کدومو برم، برم انگلیس بمونم، همه میگن اینجا بمون، آلمان بمونم، گفتن حاضریم پول دانشگاه تو بدیم، امریکا هم دعوت کردن گفتن بیا، من نمیدونم. و اون پروفسور خیلی حرف قشنگی زد، گفت برادر دعا کن درها بسته بشه. درها بسته بشه؟ گفت اون دری که از خدا نیست بگو خدای این درها رو ببند. شوق اون چیزی که از تو نیست از دل من بره. یکی میگه آقا من عاشق 2 تا دخترم، نمیدونم اینو بگیرم یا اونو. خدا اینجوری کار نمیکنه آقا بریم شیر یا خط بندازیم، آقا ارادت کدومه، اینه یا اینه. خدا میخواد با ما صحبت کنه، باید مشخص، نه اینکه بگیم شانسیه. در عهد عتیق قرعه مینداختن، ولی در عهد جدید دیگه اوریم و تومیم نداریم. اونجا اوریم و تومیم سنگایی بودن روشن میشه آقا ببینیم چی شد، ولی کلام خدا میگه روح القدس به ایشان میگفت چه کار کنید. پس ما باید تحت هدایت روح خدا باشیم. حالا درهای باز و بسته 2 حالت داره. پس من یه موقع میدم یه چیزی جلو نمیره تو زندگی، شما میخوای پرواز کنی هی میبینی باد جلوت نمیتونی، به محض اینکه جهت تو عوض میکنی میبینی باد زیر بالتو گرفت، خیلی خوب رفتی جلو. بعضی موقع کلام خدا توی امثال میگه طریق عادلان شاهراه است، اما راه کاهلان مثل خار بسته میشه. اگه دیدی خدا داره هی درایی رو میبنده جلو، دیگه نرو. میگه این بلعام یه الاغ داشت، بعد هی الاغ رو میزد، خدا گفته بود نری این قوم رو برکت بده، هی الاغ رو میزد بره، الاغ دید فرشته خداوند جلو راهش این راهش رو کج میکرد، دوباره زد الاغ، الاغ این وره، دوباره فرشته خداوند به بلعام گفت باور کن یه بار دیگه الاغ رو میخواستی بزنی سرتو میخواستم از تنت بزنم، یک بار دیگه الاغ رو میزدی. بعد الاغ بود، آقا مگه من الاغ تو نبودم؟ میگه چرا؟ میگه مگه تو حالا همیشه تو رو سواری ندارم؟ چرا؟ پس چرا حالا نمیرم؟ میگه خب تو فرشته خداوند رو نمیبینی؟ الاغ داره میبینه، تو نمیبینی؟ بعضی موقع باید اگه در بسته است دیگه علیکی زور نزن، یه مهره رو گذاشی رو پیش میندازی، اگه رفت پایین خوبه، اگه نرفته جا نمیشه، یه نشکن همه چیزو، نمیشه دیگه زور علیکی نزن، صبر کن، خدا یه نقشه دیگه داره. نکته بعدی آیت و نشانه. کلام خدا در اشعیا باب 7 آیه 11 یه آیه هست، آیه جالبیه، اشعیا باب 7 آیه 11، اشعیا باب 7 آیه 11 از خداوند خدایت علامت بخواه، خواه از اعماق زمین باشد و یا از بالاترین آسمان ها. از خدا یه آیت و نشانه برای خودت بخواه. تا حالا اینه من برای شما اتفاق افتاده؟ من میخواستم از آلمان که برم، گفتم خدای پس من نمیدونم، حالا انگلیس نمیدونم، ولی اگه واقعا اراده تو هست برم امریکا، بریم سفارت، من و یکی دیگه خادمی رفتیم، اون تازه اینجا اقامت دائم داشت و کار میکرد، رفتیم، من به احترام سنش گفتم شما بزرگتری، تو صف سفارت که بودیم، سفارت فرانکفورت، گفتم شما بفرمایید، دوتامون قرار بود بریم یه کنفرانس. ایشون رفت جلو، سفیر دید، تق زد، گفت نه نمیشه، گفت نکست، نفر بعدی بیاد. من نرفت، گفتم، گفت چرا نمیاد؟ گفتم ما قرار بود با هم بریم، اگه به ایشون ویزا ندیم منم نمیخوام برم، چون ما می‌خواستیم با هم بریم، ما دو تا کشیشیم، می‌خواستیم بریم کنفرانس. گفت بیا اینجا، گفتم بله، گفت یه چیزی تو قلب من میگه باید به تو ویزا بدم، تا زد به من ویزا رو داد. این دوستم جو که پس چرا به تو داد به من نه؟ گفتم من نمیدونم. طرف گفت، سفیر گفت، منم گفتم آخه چرا؟ گفت نه
یه چیز تو قلب میگه به تو باید ویزا بدم. ویزا رو من گرفتم، حالا نه پول دارم که بلیط بخرم نه چیزی. اومدم گفتم خدا واقعا اراده تو هستم، یه ماشینی جلوم پشتش بزرگ نمیشه God can and to learn and heist leben. اینجوری نمیشه اگه واقعا بشناسی خدا رو این زندگی تو. رسیدم توی هایدلبرگ، دیدم وسط شهر یه دوستیم صدام کرد توی کلیسا، گفت میلو دنبالت میگرده. گفتم برای چی؟ گفت کار داره، برو مغازش. بعد یه پاکت گذاشته، گفت رامین خدا به من گفته اینقدر پول به تو بدم. اومدم سر فلکه شهر بیسمارک، دیدم نوشته سان فرانسیسکو 777 مارک. اون موقع بلی باز کردم پاکت، دیدم 777 مارک تو این پاکته. خب هم ویزا هم پول هم بلیط. حالا مونده مادرم و پدرم و خواهرم و من از ایران آوردم، حالا بهشون میگم من میخوام خداحافظ برم. خیلی هی آشفته بودم چجوری بهشون میگم. تا اومدم خونه رسیدم، مادرم گفت رامین من صبح داشتم دعا میکردم، خدا هم به من گفت تو باید بری امریکا. دیدم همه چیزی که از خدا هست خدا درها رو باز میکنه، چیزی که از خدا نیست بسته میشه. و خدا همینجور رفتنمون، حتی من گفتم واقعا این بلیط اینقدر بود، مثلا 300 یورو بلیط رفت و برگشت. از بغلیم پرسیدم بخشین تو هواپیما بلیطتون رو چند خریدین؟ گفت 1500. من گفتم اوکی پس حالا 100% میدم این از کار خداست. نکته آخر، عیسی مسیح تو یوحنا 14:27 میگه چی؟ یک آیه خیلی قشنگی هست. عیسی مسیح فرمود من آرامش خودم رو به شما میدم، نه اینجوری که دنیا آرامش میده. نکته مهم برای تأیید اراده خدا که چه قدمی برداری اینه که باید تو دلت آرامش باشه. اگر دنیا هم آشفته است ولی تو دلتو آرامشه. میگن توی ایتالیا یه اسکله هست خیلی تنگه و وقتی میخوای وارد این کشتی وارد این اسکله بشه تو شب اگه ناخدای حرفه‌ای نباشی حتما کشتی رو میزنی به بغل. فقط یه رمز داره که ناخداهای قدیمی میدونن. روی این اسکله همش چراغه، چراغای همینطور پشت سر هم که شب این چراغا رو میبینی. ناخدایی که وارده میگه اگر من دارم وارد اسکله میشم فقط یه چراغ دیدم، یعنی همه چراغا تو یه خطن، پس درست دارم میرم. اگه کج برم همه چراغا رو میبینم، پس دارم میخورم. وقتی تمام این نشانا با هم در یک راستا هستن یعنی تو داری اراده خدا رو انجام میدی. ولی وقتی یکیش این وره یکیش اون وره، خدا میگه نکن، در بسته است، خودت میخوای زور بزنی، میبینی تو داری تلاش میکنی. و کلام خدا میگه وقتی زمان به کمال رسید خدا پسر خودشو فرستاد. وقتی وقت تو برسه، مثل یه میوهی که وقتی میرسه دیگه تکونش نمیدی، خودش میفته تو دستت. وقتی اراده خدا باشه و تو درست داری قدم برمیداری همه چیزها با هم در کار میشن برای خیریت. آمین. خدا برکتتون بده. امیدوارم این کلام و آیاتی که خونیم شما رو بتونه برای تشخیص اراده خدا کمک کنه. آمین. میخوایم سرپا بیستیم یک لحظه با هم دعا کنیم. خدا بنده شکرت میکنیم. کلام تو روح و حیات است. زندگی ها را تبدیل میکنه، تغییر میده. امروز عزیزانم خداوندا به حضور تو اومدیم با این عزیزان و در جایی که خودمون خداوندا نمیدونیم از لحاظ انسانی باید چه کار کنیم، تو فرمودی که پیش فالگیر، جادوگر، رمال، کسی که احضار ارواح میکنه نرید. این چیزها نزد خدای تو نجس هست، ناپاک هست. از من بپرسید و ما امروز از تو سوال میکنیم برای اراده نیکو و کامل و پسندیده تو. کلام تو میگه به محض این که ما به تو ایمان میاریم و فکر و ذهن ما تبدیل میشه آنگاه میتونیم اراده کامل، نیکو و پسندیده تو رو بفهمیم.
تا وقتی هنوز خودمون رو به تو نسپردیم نمیتونیم با قوت انسانی اراده تو رو انجام بدیم، ولی وقتی به تو ایمان میاریم روح القدس در ما قوت انجام اراده تو رو به ما میبخشه. پس خداوند امروز خودمون رو به تو تقدیم میکنیم. عزیزان همینطور که چشمامون بسته است دعا میکنیم، اگه امروز کسایی هستن که میخوان زندگی خودشون رو کاملا در دست خداوند قرار بدن و میخوان با او عهد ببندن که اراده او رو تو زندگیشون انجام بدن، میتونیم با من همینطور که چشمامون بسته است دست تو بلند کنیم تا با هم به حضور خداوند بیاییم و از او بخوایم تا اراده نیکو و پسنده او در زندگی ما انجام بشه. خداوند ما شاید به واقعیت ها، به شکست ها، به سرگذشت بد خودمون بعضی موقع نگاه میکنیم و نمیتونیم یک نقشه زیبایی رو که تو برای ما داری ببینیم، ولی امروز به تو اعتماد میکنیم. تو فرمودی که بطلبید تا بیابید، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. پس ما امروز خداوند زندگیمونو، سرنوشتمونو، آیندهمونو به دست تو میسپاریم. خدایی که گفتی فکرهایی که من برای شما دارم فکرهای سلامتی است تا به شما پیروزی ببخشه. پس امروز با دوستانم، با عزیزانم، با خواهران و برادرانم با هم یک دل و متحد خداوند زندگیمون رو در دستهای مبارک تو میذاریم. از گناهانمون توبه میکنیم، ما رو با خون عیسی مسیح بشور و امروز ما رو برای اراده خودت آماده بساز تا نام تو را بلند کنیم و جلال بدیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.